دوستان، یکی از مفاهیم بسیار پرکاربرد در زبان انگلیسی که بسیاری از زبان آموزان در شناخت اون مشکل دارن و هنوز در واقع و خیلی از عزیزان مفهوم و کاربرد دقیق اون رو نمیدونن، بحث پی پی یا صفت مفعولی هست. که دوستان ببینید، ما توی فارسی میگیم صفت مفعولی، همون past participle، یعنی یک نوع صفت هست و همیشه مفهومش این هست که مثلا ما بگیم گرفته شده، دیده شده، برده شده و غیره. در این مثال ها به صورت واضح میتونید ببینید. اتفاقا کاربردشون دقیقاً به ترتیبی هست که توی فارسی ما استفاده میکنیم. مثلا ما توی فارسی میگیم نامه های ارسال شده. خب نامه ها the letters، ارسال شده خب چی هست؟ ارسال کردن که send، تبدیل به پی پی میکنیم این فعل، میشه sent. پس the letters sent همون دقیقاً چیزی هست که ما در فارسی میگیم نامه های ارسال شده. حتی ترتیب هم دقیقاً حفظ میشه. یا مثلا در مثال دوم the books published. خب دوستان برای افعال با قاعده مثل publish به معنی منتشر کردن، شکل گذشته و شکل پی پی یکسان هست، با اضافه کردن ایدی به دست بیاریم. میبینید published ایدی. خب the books published، published معنیش چی میشه؟ منتشر شده. پس the books published یعنی کتاب‌های منتشر شده. سلام خدمت هموطنان عزیز خارج از کشور. دوستان از هر جای دنیا که هستید میتونید با ما تماس بگیرید و از کلاس‌های 100% تضمینی آیلتس، تافل و مکالمه زبان انگلیسی ما و همچنین سایر زبان‌ها مثل آلمانی، روسی، فرانسه، ایتالیایی و اسپانیایی و همینطور عربی استفاده بفرمایید.